آمار و نمودارهایی که از سال گذشته و با شیوع گسترده ویروس کرونا هر روز شمار بیماران و درگذشتگان را ضبط و ثبت می کردند، رفته رفته برای نمودارهای دیگری جا باز می کنند که شمار افراد واکسینه شده و دوزهای واکسن تزریق شده در جهان را نشان می دهد. پایگاه اینترنتی جهان ما به زبان داده ها یا Our World in Data که در همکاری با دانشگاه آکسفورد داده ها و آمار جهان را در موضوعات مختلف بررسی، پردازش و منتشر می کند، از روز 24 آذر ماه به ارائه آمار و نمودارهای توزیع واکسن کرونا در جهان پرداخته است. نمودارهای این درگاه توزیع واکسن کرونا را به شکل روزانه بر مبنای تعداد دوز عرضه شده و مقایسه دوز مصرف شده بر مبنای درصد جمعیتی هر کشور مشخص می کند. در زمینه عرضه واکسن در مقیاس درصد جمعیتی تا تاریخ 18 دی ماه اسرائیل با واکسیناسیون نزدیک به 20% از جمعیت خود پیشتاز است. اسرائیل که از 30 آذر ماه و با استفاده از واکسن‌های فایزر و بیونتک واکسیناسیون شهروندانش را شروع کرده، امیدوار است که ورود اولین محموله‌های واکسن مدرنا به این فرایند شتاب بیشتری ببخشد. پس از اسرائیل، امارات متحده عربی و بحرین به ترتیب با واکسیناسیون 9.4 و 25% از جمعیتشان رتبه‌های دوم و سوم جهان را در اختیار دارند. به این ترتیب و بر مبنای درصد جمعیت واکسینه شده، خاورمیانه پیشتاز جهان است. بریتانیا و ایالات متحده آمریکا با استفاده از واکسن‌های فایزر، بیونتک و مدرنا در رتبه‌های چهارم و پنجم جدول قرار گرفتند و امیدوارند با اضافه شدن واکسن آکسفورد آسترازنکا این فرایند شتاب بیشتری بگیرد. نمودارهای این درگاه اینترنتی همچنین جایگاه کشورهای جهان را بر مبنای تعداد دوزهای تزریق شده نشان می‌دهد. بر این اساس تا کنون نزدیک به 17.5 میلیون دوز واکسن کووید 19 در جهان توزیع شده و ایالات متحده آمریکا با تزریق حدود 6 میلیون دوز واکسن کووید 19 پیشتاز است. چین با توزیع 4.5 میلیون دوز واکسن جایگاه دوم را داراست. اما تعداد دوزهای توزیع شده در چین از تاریخ 11 دی ماه به بعد اعلام نشده. در جایگاه سوم اسرائیل با توزیع 1.7 میلیون دوز واکسن قرار دارد و بریتانیا و امارات متحده عربی هم در رده های بعدی هستند. در نمودارها، آمارها و نقشه های ارائه شده همچنان نشانی از ایران نیست. و با توجه به ممنوع شدن خرید واکسن کرونا از آمریکا، انگلیس و فرانسه به فرمان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، به نظر می رسد که هنوز تا ظاهر شدن نام ایران در این نمودارها فاصله زیادی داریم. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.